میگوییم که ما یک مستطیل را داریم که دارای دو قطر است که یکدیگر را قطع می‌کنند این یکی از قطرها است و حالا قطر دیگری را نیز داریم ارتفاع این مستطیل را با h نشان میدهیم پس این مسافتی که اینجاست h است و عرض آن را با W نشان می دهیم. و چیز را که در این ویدیو می خواهیم انجام بدهیم این است که می خواهیم ثابت بکنیم که هر چهار این مثلث دارای مساحت یکسان است. و حالا شما این را می بینید که کاملا اقلانی است. که این مثلث که در قسمت پایین است دارای عین مساحت است که آن مثلث در قسمت بالا قرار دارد و این مثلث دیگر نیز دارای عین مساحت است این دو نیز دارای عین مساحت است این کاملا معقولانه است اینها دارای عین قاعده هستند و دارای ارتفاع یکسان است بخاطری که فاصله آن مساوی است به نصف ارتفاع مثلث آنها متناسب یکدیگرند یعنی اینکه مثلث های مشابه هستند آنها متناسب یکدیگرند و حالا این کاملا واضح است که این مثلث که طرف چپ قرار دارد دارای عین مساحت است با مثلثی که در طرف راست قرار دارد این کاملا واضح است که اینها مساوی هست چیزی که آشکار و واضح نیست این هست که مثلث نارنجی دارای همان مساحت باشد که مثلث آبی دارد و این همان چیزی هست که ما می خواهیم اینجا بیان بکنیم پس تمام کار را که ما میخواهیم انجام بدهیم این هست که مساحت مثلث های مختلف را دریافت بکنیم بیایید اول مثلث نارنجی را انجام بدهیم و قبل از انجام دادن آن باید برای خودمان یادآوری بکنیم که تعریف مساحت مثلث چی است مساحت مثلث مساوی هست با یک بر دو ضرب در قاعده مثلث ضرب در ارتفاع مثلث این هندسه ابتدایی هست حالا نظر به آن تعریف باید مساحت این مثلث نارنجی را دریافت بکنیم این مساوی می شود به یک بر دو ضرب در قاعده پس قاعده مثلث نارنجی این فاصله است که به دبلیو نشان داده شده است حالا می شود که یک بر دو ضرب در دبلیو می خواهم از رنگ دیگر کار بگیرم رنگی که با آن دبلیو رو نوشتم حالا ارتفاع کدام است؟ خب ما قبلا در این مورد صحبت کرده بودیم این مساوی است با نصف ارتفاع مثلث پس یک بر دو ضرب در ارتفاع مثلث پس این مساوی به چند می شود؟ ما یک بر دو را در حالت ضرب با یک بر دو داریم که مساوی است به یک بر چهار ضرب در عرض ضرب در ارتفاع. پس مساحت این مثلث مساوی می شود به یک بر چهار عرض ضرب ارتفاع این همان یکی است باز هم همان بحث قبلی که اینها دارای مساحت مساوی هستند حالا باید مساحت این مثلث سبز و آبی را دریافت بکنیم خب یک مثال دیگر نیز کار میکنیم این بار از رنگ سبز استفاده میکنیم مساحت این مساوی است به یک بر دو ضرب در اش. حالا در مورد زلش صحبت میکنیم بهترین فکر که در مورد قاعده کرده می این مسافت است که اینجا هست پس اگر شما به این مثلث نگاه بکنید و این فاصله ای که اینجا هست این ارتفاع مثلث است که ما در موردش صحبت می کنیم قاعده این مثلث در اینجا همان ارتفاعش است نمی که شما را گیج کنم این ارتفاع قرار است که چه باشد خب این مثلث به دو حصه تقسیم شده است و حالا این فاصله ای که اینجاست چی هست؟ خب این نصف اندازه عرض این مثلث است. درست است. ما اینجا نصف مسافت را داریم. این نقطه که اینجاست فاصله ایجاد کرده است بین این دو سمت و آن دو که در آنجاست. پس این مسافتی ای که اینجاست یک بر دو حصه عرض است. و یا ارتفاع این سمت مثلث مساوی است به یک بر دو حصه عرض آن. یک کمی گیج کننده است قاعده مسلس مساویست به ارتفاع مسلس ارتفاع مساویست به یک بر دو عرض ولی اگر شما عملیه ریاضی را اینجا انجام بدهید مساحت مساویست به یک بر دو زر در یک بر دو که در نهایت مساوی می شود به یک بر چهار ارتفاع زر در عرض و اگر شما آن را به شکل یک بر چهار عرض زر در ارتفاع بنویسید مساحت دقیق به دست می آید پس مساحت این مساویست به یک بر چهار عرض زر در ارتفاع که مساوی می شود به مساحت این دو مثلث نارنجی و کاملا منطقی است به خاطر که آنها یک بر چهار حصه مساحت مثلث است خوشبختانه که از انجام این کار لذت بردیم